سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه ابعاد مختلف توافق لوزان، واکنش‌ها به آن و مصوبه اخیر سنای آمریکا را به بحث می‌گذارم با مهمانم دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل بین‌الملل. با ما همراه باشید. گذشت نزدیک به 3 هفته از تفاهم لوزان و بیانیه مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که به کنگره امکان می‌دهد هر نوع توافقی را با ایران رد کند. این طرح در صورت تصویب نهایی به منتقدان روند مذاکرات هسته‌ای با ایران در کنگره آمریکا اختیار بیشتری برای سختگیری می‌دهد. باراک اوباما که پیشتر تهدید کرده بود در صورت تصویب این طرح آن را وتو می‌کند، گفته است این طرح را امضا خواهد کرد. در واکنش به این طرح حسن روحانی گفته طرف ما سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیست، بلکه طرف ما گروه 5 به علاوه 1 است. موضوع زمان رفع تحریم ها و ارائه فکت شیت هم همچنان محل مناقشه است. مصوبه سنا تا چه اندازه دستیابی به توافق جامعه اتمی با ایران را که قرار است تا پایان ژوئن تدوین شود با مشکل مواجه می کند؟ آیا موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا و ایران به معنای بازگشت از توافق لوزان است یا فراهم شدن شرایط برای چانه‌زنی‌های بیشتر؟ این پرسش‌ها را با مهمانم دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل بین‌الملل که از برلین آلمان با ما همراه هستند در میان می‌گذارم. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و همه بینندگان عزیز شما. آقای دکتر، همونطور که در جریان هستید، طرح کمیته روابط خارجی سنا برای نظارت بر توافق احتمالی آینده با ایران به تصویب اعضا رسیده و به نظر میرسه در صحن سنا هم با اکثریت قاطع تصویب بشه. این طرح چه تأثیری بر توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهانی خواهد گذاشت؟ خب این یک نوع فرهنگ سیاسی جدیدی در امریکاست. قاعدتاً امور مربوط به روابط بین الملل، روابط دیپلماتیک و مشکلاتی که از این روابط برمیخیزه کار قوه اجرایی است و قوه مقننه یا قوای مقننه در اون دخالت نمی کنن. در تاریخ آمریکا تنها یک بار چنین کاری انجام گرفته و اون در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ریگان بود که مجلس با یه همچین مصوبه 2/3 ایشون رو مجبور کرد که آفریقای دولت آفریقای جنوبی رو تحریم کنن، تحریم های گسترده. غیر از اون مورد دیگری نبوده در تاریخ آمریکا. الان هم خب این طرحی که به تصویب کمیته مربوطه رسیده با اون طرح اولیه نمایندگان تفاوت نسبتاً زیادی داره. به همین دلیل هم آقای اوباما گفتن که این طرح رو میتونن امضا بکنن، اما هنوز این به معنی این نیست که مجلس تصمیم گرفته که مثلا جلو کار آقای اوباما رو به اون شکلی که دستگاه ریاست جمهوری مورد نظرش هست بگیره. خب اگر تا 60 روز پس از توافق پایانی ایران و گروه 51، 60 روز پس از اون که این توافق نامه رو محتوای اون به مجلس نمایندگان ارائه شده، اگر مجلس تصمیمی نگیره بحث بکنه در اون مورد و نظر بده ولی تصمیمی نگیره، خب سیاست دولت به پیش میره. اگر که تصمیمی بگیره با همون شرط و شروطی که هست، خب کار رو بسیار مشکل میکنه و میتونه عقب بندازه و این فکر میکنم چیزیست که به احتمال قوی من خیلی کم میبینم این امکان رو که بعد از 12 سال کار و کوشش مشترک کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا الان
مجلس نمایندگان آمریکا بخواد همه چیز رو به هم بزن. اما آقای اوباما آقای دکتر پیشتر گفته بود که این طرح رو وتو میکنه، اما به نظر میرسد پشتیبانی دموکرات ها از این طرح موضع آقای اوباما رو تغییر داد. آیا همراهی آقای اوباما با این مصوبه به معنای سختگیری بیشتر آمریکا در روند مذاکرات هسته ای با ایران است؟ سختگیری دیگه معنای عجیب غریبی نداره، دیگه سختگیری نمانده که امریکا و غرب نکرده باشن، سختگیری بیشتری نمانده. ما هنوز از اجزای اون توافق نامه لوزان با خبر نیستیم و نمیدونیم چه شده و در اجزا چه هستن، ولی اون چیزی رو که میدونیم و اون چیزهایی که اطلاع پیدا کردیم اینقدر گسترده است که دیگه جای گسترده تر کردنش نیست و به همین دلیل هم من بعید میدونم که طرف ایرانی بخواد مذاکرات رو از نو شروع کنه با شرایط بسیار سختری. این طرح چه موانعی رو بر سر راه باراک اوباما برای توافق نهایی با تهران قرار میده؟ خب مسئله اساسی یکی مسئله تحریم هاست که دوم مسئله است که ما در اون توافق نامه اصولی یا در اون چارچوب توافق لوزان از اون هنوز اسمی برده نشده. اون مسئله است که مربوط به برنامه به اصطلاح احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته ایران میشه و دوم مربوط به موشک های دوربرد ایران یا قاره پیمایی که هنوز ایران نداره میگن، مربوط به اون میشه. و یک مسئله هم مربوط میشه به انفجاری که گویا در مریوان در اونجا در حدود هول و هوش عرشبت که سال 2000-2005 باید انجام گرفته باشه که گفته میشه که اونجا یک بنا به اطلاع آژانس اونجا یک انفجار بسیار مهیبی یا انفجار بسیار بزرگی انجام گرفته که این انفجار نمیتونه با مواد منفجره به اصطلاح عرفی رایج انجام گرفته باشه. خب این مسائلی است که فکر میکنم که کنگره میخواد که اینها روشن بشه، در حالی که اون چیزی که در بیانیه لوزان هست این هست که پاسخگویی به این مسائل میره جز برنامه های اجرایی که بعد از اون که ایران در حقیقت به تعهدات خودش در زمینه نابود کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، کم کردن تعداد سانتریفوژها، مسئله تغییرات تکنیکی در نیروگاه عراق و چیزهای از اون پذیرفته اینها را انجام بده، بعد از اون بسیار بخش بزرگ تحریم‌ها برداشته میشه. از طرف اروپایی ها آمریکایی ها هیچ وقت نگفتن تحریم ها رو برمیدارن، اونها حتی اسم تعلیق رو هم نیاوردن. آمریکا در اون بیانیه هم که لوزان منتشر شده آمده که به اون عمل نمی شود. خب بعد از اون وقت میتونه در طول سالهای آینده ایران به اون سالهای باقی مانده جواب بده، در حالی که اون چیزی که کنگره آمریکا میخواد جواب به اصطلاح بدون برو برگرد همکنون و الان است و این میتونه بسیار مسئله ساز بشه. آقای دکتر به موضوع تحریم ها برمیگردیم، اما واکنش آقای روحانی رو داشتیم در خصوص این مصوبه سنا. آقای روحانی اعلام کرده که طرف ما سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیست، بلکه طرف ما گروه 5 به علاوه 1 است. اگر همونطور که کاخ سفید اعلام کرده آقای اوباما این طرح رو امضا کنه، موضع دولت آمریکا این محسوب میشه. چقدر این حرف آقای روحانی میتونه پایه و اساس داشته باشه اصولا؟ نه، صحبت آقای روحانی در اساس درست هست، چون تمامی این تحریم ها بر پایه مصوبات شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته. برخی تحریم ها رو جداگانه بر همون پایه اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن و باز بر پایه بعضی تحریم ها رو اینها اعمال کردن. حدود 20 یا 21 ایالت آمریکا هم جداگانه با
بنا به دلایل داخلی خودشون تحریم‌های جداگانه‌ای رو دارن. اما اون مسائلی که مربوط به تحریم‌های مصوب شورای امنیت میشه، خب در شورای امنیت دولت‌ها حضور دارن، پارلمان‌ها نمایندگان مجلس حضور ندارن، دولت‌ها به نمایندگی از طرف کشورشون اونجا صحبت میکنن و تصمیمی میگیرن. و همین دلیل هم صحبت آقای روحانی درست است در این زمینه، طرف مقابل کشور در شورای امنیت آمریکا و 4 عضو دیگر دائمی شورای امنیت هستن به اضافه آلمان، اینها طرف گفتگو هستن، مجلس طرف دار. همونطور در مورد مجلس ایران هم مرتب این صحبت میشه که نمایندگان ایران هم میخوان، اونها هم مایلن که به اصطلاح قانونی بیارن بر پایه اون قانون بخوان دولت رو محدود بکنن، ولی طرف این کار اجرایی است در صحنه بین‌المللی. البته گفتم مثالی رو که در مورد آفریقای جنوبی گفتم، در این مورد هم میتونن با اکثریت 2/3 که وتوی رئیس جمهور رو به اصطلاح ناکارآمد بکنن، آمریکایی‌ها میتونن تصمیمی بگیرن که دست آقای روحانی، ببخشید دست آقای اوباما رو به کلی ببنده. اما یک مسئله هم اینجا هست، یک احتمال هم هست، چون از نظر قانون اساسی آمریکا هم قوه مجریه، مجری روابط دیپلماتیک و مشکلات بین المللی از نظر دیپلماتیک هست. حالا اگر مجلس بخواد اختیارات رئیس جمهور رو بگیره با حالا با یک رأی 2/3 یا بیشتر یا کمتر، این یه موردی است که اون وقت میتونه یکی از دادگاه‌های عالی امریکا در موردش تصمیم بگیره، احتمالاً دولت میتونه اونجا شکایتی ببره. این هم یکی از احتمالات که فعلا در موردش صحبت نمیشه. همزمان با این مصوبه، حامیان دیپلماسی در آمریکا هشدار دادن که این طرح میتونه بهانه‌ای برای مخالفان و منتقدان توافق هسته‌ای در ایران باشه که در راه توافق نهایی جامعه تهران با قدرت‌های جهانی سنگ اندازی کنند. تا چه اندازه با این استدلال موافقی؟ بله، خب این درست. الان 220 یا بیشتر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم خواستن از دولت آقای روحانی که محتوای اون فکشیت، اون به اصطلاح اجزای اون توافقنامه رو فاش کنن و به مجلس اطلاع بدن. خب فکشیت در اصطلاح دو معنا داره. یک معناش میتونه خلاصه کردن یک سند معتبر باشه، دوم هم میتونه یادداشت‌های گزارش دهنده باشه، برای خودش پروتکلی باشه که یک گزارش دهنده برای خودش نوشته. آمریکا یا طوری در اون فکشیتی که آمریکا منتشر کرده، در حقیقت وزیر خارجه آمریکا یه طور صحبت میکنه که در حقیقت این بخشی از اجزای مورد توافق 51 با ایران بوده. این مسئله در متنی که به عنوان توافقنامه مشترک 51 با ایران از طرف خانم موگرینی و آقای ظریف در لوزان خونده شدن یکی نیست. هیچ کدام از محتوای اون چی که آقای کریم منتشر کردن در اون بیانیه نیست. به همین دلیل هم فعلا اون چیزی که سندیت داره همون چیزی است که نماینده یا سخنگوی 51 خانم موگرینی اونجا قرائت کرده. بقیه مسائل میتونه مربوط به الزامات و کاربرد و احتیاجات درونی باشه که امریکا آقای کری اون رو منتشر کرده که به نوعی ملاحظات و نگرانی هایی که نمایندگان پارلمان دارن، نمایندگان مجلس دارن، کنگره یا سنا دارن، این رو برطرف بکنه. در ایران هم آقای ظریف و روحانی سعی میکنن که با پاسخهایی که میدن همین کار رو انجام بدن، ولی بر رو هم نماینده این 220 نماینده از جنایی هستن که در حقیقت میخوان کل بازی رو به هم بزنن. این احتمال در میان جمهوری خواهان آمریکا هم هست، یا لاقل در مورد بخشی از اونها، نه در مورد همه اونها، در مورد بخشی از اونها این خواست هست که کل به اصطلاح توافق اتمی میان 51، میان آمریکا و اروپا و ایران به هم بخوره و
و اونا فکر میکنن که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدتری قرار خواهد گرفت با تشدید تحریم های بیشتر در زمینه های گوناگون و اون وقت مجبور خواهد شد که به احتمال کل برنامه هسته‌ایش رو تعطیل کنه. ولی خب این فکر میکنم یک تصور واهی است. هم آقای اوباما و هم آقای کری و هم خانم شرمان و هم نمایندگان اروپا بارها به این مسئله پاسخ دادن که گسترش تحریم‌ها جلودار این نخواهد شد که جمهوری اسلامی به برنامه اتمیش ادامه نده. های دکتر، در لوزان روی کلیات توافق شد، اما در مورد زمان اجرای دقیق اون هنوز اما و اگرها خیلی زیاد هست. اختلاف برداشت‌ها از توافق لوزان موضوع انتشار فکت‌چک همونطور که شما هم مطرح کرد و حالا آقای ظریف اعلام کرده که این گزاره برگ به زودی منتشر میشه تا تکلیف این تضادها روشن بشه. به نظر شما انتشار این متن چگونه میتونه موضع مخالفان مذاکرات رو در داخل ایران تغییر بده؟ آقای ظریف نمیتونه همچین متنی رو منتشر کنه، چون وقتی که استناد ایشون این هست که اون چی که آقای کری منتشر کردن مربوط به توافق نامه نیست یا مربوط به اجزای توافق نامه نیست، خودشون نمیتونن در حقیقت بسیار گسترده تر از آقای کری متنی رو منتشر بکنن که خودشون قبول ندارند و فکر میکنم که نماینده یا مشاور بین‌المللی ولی فقیه آقای ولایتی وزیر پیشین خارجه ایران هم به این مسئله اشاره کردند که انتشار همچین متنی مخل ادامه مذاکرات خواهد بود و اون چی هم که آقای ظریف احتمالا اگر منتشر کنن بازگویی مطالبی خواهد بود که تا به حال منتشر کردن، چیز جدیدی به اون اضافه نخواهد شد، چون هیچ دولتی نیست که الان با دستش رو باز بکنه برای طرف مقابل و بگه حالا تو گفتی که چه چیزهایی رو از من میخوای، در حقیقت اون متنی که آقای کریم منتشر کردن و من هم همینجا علنن الان به تو جواب میدم، همچی کاری نخواهند کرد و اگرم انجام بدن باز یک فکر میکنم یک فاکتور دیگری خواهد بود برای ایجاد مشکلات بیشتر در روند گفتگوها. من میخوام برگردم به موضوع تحریم ها. روایت متفاوت ایران و آمریکا درباره چگونگی و زمان برداشته شدن تحریم ها یکی از مهمترین محورهای مناقشه طرفین گفتگوهاست. بر اساس طرح سنا دولت آمریکا موظفه که متن نهایی توافق با ایران رو در اختیار کنگره قرار بده و هیچ کدوم از تحریم ها در مدت زمانی که کنگره مشغول بررسی متن توافق لغو نمیشه. این در حالی که آقای خامنه ای بر لغو فوری تحریم ها تاکید کردن و آقای روحانی هم امروز هشدار دادن که اگر تحریم ها پایان پیدا نکنه توافقی در کار نخواهد بود. این خواستای متضاد چگونه میتونه مواضع طرفین رو برای دستیابی به توافق نهایی در زمینه لغو تحریم ها به هم نزدیک کنه اصولا؟ خب اگر در روزهای گذشته به صحبت های آقای روحانی توجه کرده باشید، ایشون همیشه صحبت از لغو فوری تحریم های اقتصادی میکنه. تحریم های اقتصادی هم تحریم هایی هستن که در رابطه با مسئله هسته‌ای، یعنی غنی‌سازی تعداد سانتریفوژها و غیره، در زمینه خرید، در زمینه فروش نفت و گاز، در زمینه محصولات پتروشیمی، در روابط مالی و بانکی و بین المللی اینها هستن. خب این بخش بزرگی از مشکل ایران رو حل میکنه. اون بخشی که مربوط به همه تحریم ها میشه، مربوط به تحریم هایی که میشه که بخش صنعتی رو در بر میگیره و همینطور بخش وارداتی که مربوط به تسلیحات ایران و صنایع تسلیحاتی ایران و به ویژه در رابطه با برنامه های موشکی ایران میشه. خب شما در روزهای گذشته خوندید که آقای پوتین گفتن که موشک‌های S-300 رو که بنا به مصوبه 1929 شورای امنیت حاضر نشدن به ایران بدن، این رو به ایران خواهند داد. خب موشک‌های S-300 هم موشک‌های دفاعی هستن، موشک‌های به اصطلاح حمله‌ای نیستند و
علت این هم که این کار رو نکردن این بوده که مایل بودن که ایران ترس و وحشت کافی از احتمال یک به اصطلاح حمله موشکی یا حمله هوایی اسرائیل یا آمریکا رو داشته باشه و در امر مذاکرات به اصطلاح تفاهم یا نرمش بیشتری نشون بده. الان آقای پوتین دارن از این وضع استفاده میکنن در حالی که میدونن تا زمانی که این مسبب 1929 هست ایشون نمیتونن موشکی به ایران بدن. این یکی از نمونه های به اصطلاح اون تحریم ها، همه تحریم ها برداشتنه. اون بخشی که مربوط به مسائل اقتصادی میشه این قابل برداشت هست. از نظر زمان حق با شماست، ما هنوز دقیق نمیدونیم که این زمان کی هست. زمان میتونه 10 سال باشه، در اون 10 سال میگن که ایران تا میتونه مثلا فقط چیزی در حدود 300 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده در داخل داشته باشه، بقیه اون چیزی که غنی سازی کرده باید صادر کنه یا پودر کنه در به اشکال دیگری بیاره که قابل استفاده در سلاح اتمی نباشه. بعد بخش دیگر این مسئله هم در این هست که کار نیروگاه عراق به پایان رسیده باشه و چیزهای از این دست. خب آیا بعد از 10 سال ایران میتونه از سانتریبوژهای پیشرفته تر IR2-8 که بسیار پیشرفته تر هستن امکان به اصطلاح غنی‌سازی حتی چند برابر از اون چیزی که الان اجازه داده شده به ایران، یعنی سانتریفوژهای نسل اول میتونن غنی سازی کنن، آیا بعد از 10 سال دست ایران بازه در ادامه کارش یا اینکه این محدودیت برای همیشه هست؟ امریکایی‌ها یه طور صحبت میکنن که مثل که همیشه هست. در ضمن یک نوع به صلاح راستی آزمایی 25 ساله هم در نظر گرفتن. خب راستی آزمایی 25 ساله برمیگرده باز به مسائل نظامی و تسلیحاتی و موشکی و غیره. همه اینها مبهم هست، در حالی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که بعد از این پایان 10 سال در حقیقت جمهوری اسلامی یک عضو عادی قرارداد NPT، قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی خواهد بود و هیچ نوع محدودیتی نه در داشتن تعداد سانتریفوژها، نه در درجه غنی‌سازی و نه در موارد دیگری شامل حال ایران نخواهد شد. تنها محدودیت این است که ایران فقط باید از صنایع هسته‌ایش برای اهداف صلح‌آمیز در راه تولید انرژی، مصارف پزشکی، کشاورزی و غیره استفاده کنه و آژانس بر اون نظارت داشته. خب این دو یا چند دید مختلف هست. ما همزمان عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، آمریکا اعلام کرده حتی اگر تحریم ها لغو هم بشه برگشت پذیر هستند. آیا به لحاظ حقوق بین الملل این امر میسره؟ خب این بستگی به توافقنامه ایست که امضا میکنن داره دیگه. اگر توافقنامه، آخه توافقنامه یک طرفه که نیست، برگشت پذیری برای طرف ایران هم صادق است. یعنی اگر ایران به تعهداتش عمل کنه و طبق معاهده و قرارداد غرب و آمریکا به تعهداتشون عمل نکنن، این برگشت پذیری برای جمهوری اسلامی هم که ممکن است که برگرده به شرایط پیشین و کار غنی‌سازیش رو از نو شروع بکنه. برای غرب هم این امکان وجود داره که این کار رو انجام بده. این بسته به این داره که در اون توافقنامه پایانی چه چیزی آمده باشه، چه شرطی آمده باشه. فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی با توافقنامه ما موافقت بکنه که به اصطلاح برگشت پذیری تحریما رو به طور یک جانبه فقط برای آمریکا قائل بشه و نه برای جمهوری اسلامی. من میخوام به موزگیری آقای خامنه‌ای نسبت به توافق لوزان هم یک اشاره داشته باشم. آقای خامنه‌ای در واکنش دیرهنگام به این توافق گفت که نه مخالف اونه و نه موافق. بسیاری این برداشت رو نشونه عدم تعهد ایران به توافق لوزان دانستند. آیا این موزگیری میتواند بهانه‌ای برای مخالفان در کنگره بشه تا جلوی توافق نهایی رو بگیرن؟ قاعدتا نه. ببینید یه مسئله خیلی جالب در اینجاست که آقای خامنه‌ای گارد اول سیاسی و نمایندگی خودش رو جلو فرستاد که از مذاکره کنندگان تعریف و تمجید کنند و
خود مذاکرات رو هم محتوای اون رو تایید کنن. هم رئیس سپاه، فرمانده سپاه، فرمانده کل قوا، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه و بیشتر امام جمعه های گوناگون آمدن و کسانی که در حقیقت سخنگوی آقای خامنه‌ای هستن آمدن تایید کردن. بعد آقای خامنه‌ای میاد این شینه میگه من نه موافقم و نه مخالف. معنی این هست که ایشون در شرایطی نیست که بتونه قبول مسئولیت کنه، یعنی ایشون از نظر اقتدار کشوری همون نقشی رو که خودش برای خودش در نظر گرفته نداره. ایشون رسما مثل که نمیتونه تصمیم بگیره، میان جناح‌های گوناگون میخواد دستش باز باشه، چنانچه گفتگوها به مشکلی برخوردن، مشکلی که برایشون قابل قبول نباشه، همه بازی رو به اصطلاح خاتمه بدن. خب این بسیار فرق میکنه. من جای دیگر هم اینو گفتم، آقای خمینی هم در شرایط جنگ عراق در همچین شرایط مشابهی بود. بعد از اینکه دیدن حملات هوایی صدام حسین با حمایت غرب به جایی رسیده که داره کل بود و نبود جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، ایشون جام زهری نوشیدن و گفتن جنگ پایان جنگ و من مصوبه شورای امنیت رو میپذیرم. این جرأت و اختیار رو آقای خامنه‌ای از خودشون نشون نمیدن و این نشان خوبی برای اقتدار سیاسی ایشون نیست. اتفاقا پرسش من هم همین هست. قطعا تفاهمی که در لوزان شکل گرفت بدون حمایت آقای خامنه ای ممکن نمی شده. اما از صحبت های آقای خامنه ای اینجوری استنباط میشه که مذاکره کنندگان بعد از مذاکره تازه رفتن به ایشون گفتن که چه اتفاقی افتاده. چرا رهبر به صراحت اعلام نمی کنه که از توافق حمایت کرده؟ این از کم جرأتی ایشون، از میتونیم بگیم از برخوردار نبودن از کیفیت لازم برای رهبری یک جمهوریش مثل جمهوری اسلامی ایرانه. این جمهوری که در اون مراکز قدرت چندگانه هستند و دولتی که قوه اجراییه رو در دست داره کمترین اختیار رو داره، بنابراین ایشون باید قاعدتا میومد و میگفت که من از در جریان کار بودم، آقای ظریف اونطور که اینجا و اونجا به هر صورت از در میان کسانی که نزدیک به ایشون و آقای خامنه‌ای هستن گفته شده که ایشون روزانه در جریان مذاکرات و تصمیمات بودن. هیچ تصمیمی آقای ظریف در اونجا نگرفته بوده که قبلا با ایشون چک نشده باشه. و این هم باز گفتم نشان از این داره که ایشون میخوان دست خودشون رو باز دارن، میخوان مسئولیت رو به گردن آقای روحانی و وزیر خارجهشون بندازن و چون میدونن به هر صورت این آقای روحانی و وزیر خارجهشون احتمالا به اصلاح طلبا نزدیکتر هستن و نمیخوان این به صلاح پوان مثبت رو کامل به ایشون بدن، میخوان ببینن اگر جریان به کار طوری پیش میره که موفقیت باش طبق شرایط ایشون ممکنه، بیان و بگن من گفتم و اونطور که من گفتم انجام شد و موفقیت از من است. آقای اوباما گفته که از حرفای آقای خامنه‌ای مصرف داخلی داره. آیا حرفای خود آقای اوباما مصرف داخلی نداره؟ چرا؟ اینطور هست. آقای خب ببینید، مصرف داخلی هم مصرف داخلی داره هم خارجی. آقای خامنه‌ای در ضمن همه صحبت‌هایی که در رابطه اتم و اینها کردن گفتن خب حالا ما ببینیم اگر در اینجا به توافق و تفاهم رسیدیم در زمینه‌های دیگر هم حاضریم با آمریکا گفتگو کنیم. منظور زمینه‌هایی که مربوط به مسائل نظامی و امنیتی در منطقه میشه و مسائل شبیه اون. پیامی هم به بیرون دادن. آقای اوباما چرا صحبت‌هایشون مقدارش مصرف داخلی داره، ولی فکر میکنم که آقای اوباما در شرایط آقای خامنه‌ای نیست. آقای اوباما تمامی باقی مانده سرمایه سیاسی خودش رو الان داو پیشبرد این مذاکرات با جمهوری اسلامی و به موفقیت رسوندن اون کرده. این مشکل رو آقای خامنه‌ای نداره. آقای خامنه‌ای میتونه خیلی راحت‌تر هر چی دلش میخواد بگه. این کار رو آقای اوباما نمیتونه بکنه. ایشون به نظر من بهترین رئیس جمهوری است که آمریکا در 50 سال گذشته داشته و به همین دلیل هم اگر هم
چندگانه صحبت میکنه بیشتر در فکر پیدا کردن راه حلی است که همه جانبه باشه و نه اینکه بخواد مردم و ملت خودش رو گول بزنه. همونطور که شما اشاره کردید آقای اوباما به دنبال حل مسئله هسته‌ای، چرا که به هر حال اعتبار خودش رو روی این قضیه گذاشته و یکی از هدف‌های اصلی سیاست خارجیش همین بود. آیا بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما این روند برای دوره بعدی رئیس جمهوری بعدی تغییر خواهد کرد؟ ببینید یه مسئله جالب هست در تاریخ امریکا. اکثر جنگ ها رو در امریکا دموکرات ها شروع کردن، جمهوری خواه ها آمدن اون جنگ ها رو به پایان رسودن. نمونه جنگ ویتنام هست. الان هم اینطوره. الان هم ممکنه که اگر بعد از آقای اوباما یک فردی از جمهوری خواه رئیس جمهور بشه، به احتمال قوی او هم زیر فشاری خواهد بود که این مسئله رو به پایان برسونه. و خب اگر بازی به هم بخوره، به نظر من شرایط بیشتر به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه، چون این رو بارهای دیگه هم خدمت شما عرض کردم اینجا، شرایط سیاسی و امنیتی منطقه به نحوی است که الان هیچ دولتی نمیخواد یک کانون جدید شورش و التهاب و ناآرامی در این منطقه ایجاد بکنه. و همین دلیل هر رئیس جمهوری هم در امریکا بیا زیر فشار هست که این مسئله رو حل بکنه. به احتمال قوی دست یک رئیس جمهور جمهوری خواه بیشتر باز خواهد بود تا آقای اوباما. من زمانمون کم هست و میخوام از این فرصت استفاده کنم و از شما بپرسم چشمانداز توافق نهایی ایران با گروه پنج به علاوه با این مصوبه اخیر سنا رو شما چجوری میبینید؟ فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم یه چیزی در صحبتاشون اشاره کردن که حالا حتما نباید، چون ما قبلا گفتیم تا جوان بایستی که مسئله تمام بشه، تا اون جوان تمام بشه. خب این ممکنم که یه ماه دو ماه بیشتر بشه، ولی با این مصوبه‌ای که الان نمایندگان کنگره امریکا تصویب کردن، کمی دست مذاکره کنندگان برای به اصطلاح تورانی کردن مذاکرات بسته است. ولی من در جمع فکر میکنم که یک راه میانه ای انتخاب خواهد شد. احتمالاً جمهوری اسلامی به بعضی از شرایطی که الان براش ناگواره و حاضر نیست بپذیره، در دقیقه 90 اونها رو خواهد پذیرفت، چون برای جمهوری اسلامی هم شرایط بسیار حیاتی است. در شرایطی که اقتصاد مملکت فلج شده، درآمد نفتی کمتر از نصف شده، کمیت فروش نفت بسیار کاهش پیدا کرده و منبع درآمد دیگری هم نیست، خود جمهوری اسلامی میخواد در منطقه تعهداتی داره، میخواد هم به حزب الله کمک کنه، هم در عراق کمک بکنه، هم در سوریه، هم به حماس. همه اینها مخارج زیادی رو الان هم شاید هم در یمن، و برای همه اینها احتیاج به منابع مالی داره. شاید یکی از فکرهایی که جمهوری خواهای آمریکا دارن این هست که دست جمهوری اسلامی رو ببندن از نظر منابع مالی. خب اگر مثلا جمهوری اسلامی الان در یمن حاضر به عقب نشینی بشه و کوشش بکنه که حوتی ها در حقیقت دو قدم به عقب برن و حاضر به کنار آمدن با رقبای خودشون بشن، این میتونه کمک بکنه برای اینکه مسئله اتمی با ایران هم به نوع دیگری حل بشه. بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. منم سپاسگزارم از اینکه به من این امکان رو دادید که خدمت بینندگان و شنوندگان شما باشم و به همه روز خوش و شب خوش میگم. دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل بین الملل که از برلین آلمان با ما همراه بودند. ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانه‌ای که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا که در همین ساعت با شما خواهم بود، خدا نگهدار.